آمریکا میگوید جمهوری اسلامی ایران به قول خود به اتحادیه اروپا در مورد عدم تحویل نفت به سوریه عمل نکرده است وزارت خارجه آمریکا پیشتر احتمال تحویل محموله نفتکش آدرین دریایی یک به سوریه را پیش بینی کرده بود گیتا آریان گزارش میدهد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید مدرکی دارد که این نفتکش در ساحل سوریه لنگر انداخته است حال ما میبینیم که رژیم ایران به تضمینی که به اتحادیه اروپا داد که این نفتکش به رژیم جنایتکار اسد سوخت تحویل نخواهد داد عمل نکرده است در همین حال مؤسسه تانکر ترکر که جابجایی کشتی ها در جهان را دنبال و یافته های خود را در فضای مجازی منتشر می کند در یک توییت تحویل نفت به سوریه را رد کرده است اما سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال مجدد خبرنگاران در این مورد بر صحت نظر خود تاکید کرد اگر مدرک نداشتیم نمی گفتم که داریم وزارت امور خارجه بریتانیا نیز پیشتر گفته بود این نفکش محموله خود را به دولت سوریه فروخته و تضمین خود را زیر پا گذاشته است در جلسه پرسش و پاسخ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با خبرنگاران همچنین با توجه به اینکه به دفعات رئیس جمهوری آمریکا احتمال دیدار با همتای ایرانی خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را رد نکرده است از او سوال شد آیا این مسئله با دوازده مورد خواسته واشنگتن از تهران تناقض ندارد ما هیچگاه نگفتیم که اینها پیش شرط هستند. به گفته سخنگو این دوازده مورد رهنمودی هستند برای جمهوری اسلامی که اگر بخواهد به جامعه بین المللی بپیوندد باید به آن عمل کند.